سلام علیکم دوستان، در این ویدیو برایتان تمام تنظیمات سنپچت رو از الف تا یا واضح میسازم یا برایتان نشان میدیم. برای دانستن این پس لطفا تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایین و اگر تا هنوز کانال ما را سابسکرایب ننمودین بالای دکمه سابسکرایب کلیک بکنین، کانال ما را سابسکرایب نمایین و در پهلوی آن زنگوله را همچنان فشار بدهین. بعدا سنپچتتون را باز بکنین. زمانی که باز کردین دوستان، در قسمت بالا بالای عکس پروفایلتون یا بیت موجیتون کلیک بکنین و بعدا این قسم یک صفحه برای شما باز می شود. در اینجا یک سلسله تنظیمات اولیه است، اینها رو برایتون میگویم و بعد از اون میرویم سر اصلی تنظیمات اسنپ چت. دوستان در اینجا اولین گزینه که دیده می شود نام است. اگر خواسته باشین که نامتون رو تغییر بدهین، از اینجا هم می توانین تغییر بدهین و همچنان از قسمت تنظیمات هم می توانین کار رو انجام بدهین. بالای نام در اینجا کلیک میکنیم و در اینجا هر رقم تغییراتی که می آورین بیاورین. بعد از او که آوردین بالای دکمه سیف کلیک بکنین، نامتون تغییر میکنه. بعد از اون گزینه بعدی که در اینجا داریم به نام اد تو مای استوری، در اینجا اگر خواسته باشین که کدام چیزی را در استوریتون بگذارین یا شیر بکنین، بالای اد تو مای استوری کلیک بکنین. بعد از اون شما میتوانین که اسنپ بگیرین. به طور مثال من یک اسنپ میگیرم، بالای از کلیک میکنم، بعد گرفتم، حال میخوام این را در استوریم شیر بکنم. در قسمت پایین بالای دگمه سند کلیک میکنم. زمانی که بالای اون کلیک کردیم، بعدا این مستقیم در استوری اسنپ چت ما شیر میشود. و اگر خواستیم که آن را از استوری اسنپ چتمون حذف کنیم، بالای آن کلیک میکنیم، بعدا در قسمت بالا بالای سه نقطه کلیک میکنیم، در قسمت پایین بالای گزینه دلیت کلیک میکنیم و در اینجا بالای دلیت کلیک میکنیم، از استوریمون حذف میشه یا پاک میشه. بعد از اون گزینه بعدی که داریم به نام اد تو اسپاتلایت است. دوستان اگر خواسته باشیم که ویدیو جور بکنیم و در قسمت اسپاتلایت اسنپ چت بگذاریم، از اینجا میتونیم این کار رو انجام بدهیم. به طور مثال در اینجا یک آیکنکی که در قسمت دیده میشه در صفحه اصلی اسنپ چت، این ویدیوهایی که در قسمت پخش میشه این نها رو به نام اسپاتلایت میگن. دوستان هر ویدیویی را که از اینجا شما لایک بکنین یا بپسندین، باز در اونجا شما پیدا کردن میتونین. در قسمت بالا بالای عکس پروفایل من دوباره کلیک میکنیم و کمی پایین میم. بعد از او گزینه یک گزینه دیگه داریم، مای اسپاتلایت فیوریت است. هر ویدیویی را که شما در آن قسمت لایک کرده باشین، لیستی تمام ویدیوها را شما در اینجا میتوانین ببینین. بالا این گزینه که زمانی با کلیک بکنیم، در اینجا هر ویدیویی را که لایک کرده باشین در اینجا شما میتوانین ببینین. بالای آنها اگر خواسته باشین دوباره کلیک بکنین، دوباره ببینین، هست در اینجا میباشد. بعد از اون گزینه بعدی که داریم به نام فرندز است و در اینجا گزینه داریم به نام اد فرندز است. اگر دوستان شما در اسنپ چت داشته باشند، شماره آنها پیش شما باشه و آنها اسنپ چت داشته باشند، شما می توانید که آنها را در لیست دوستانتان قرار بدهید. بالای اد فرندز که کلیک بکنین، بعد از اون گزینه اد در اینجا میآید. در مقابل پروفایل دوستانتان بالای آنها که کلیک کردین، اینها در جمع دوستانتان قرار میگیرن. بعد از اون گزینه بعدی که داریم مای فرندز است. اگر بالای این گزینه کلیک بکنیم، لیست دوستان خود رو در اسنپ چت ما میتونیم ببینیم. بالای از اون کلیک میکنیم، در قسمت ما لیست دوستان خود رو میتونیم ببینیم. بعد از اون گزینه بعدی که داریم به نام اسنپ مپ است. دوستان اگر این گزینه روشن باشد، دوستان اسنپ چت ما با آسانی میتونن که موقعیت ما رو پیدا بکنن و همچنان حال از حالت آنلاین بودن ما از طریق مپ یا نقشه خبر میشن یا با آنها میدونن. اگر این گزینه خاموش باشن، نه حالت آنلاین ما رو آنها پیدا میکنن و نه موقعیت ما رو. در قسمت پایین بالای گزینه شیرینگ لوکیشن کلیک میکنیم. در اینجا فعلا این گزینه فعال است. اگر خواستین که دوستانتان موقعیتتان را ببینه، مای فرندز رو انتخاب بکنین. اگر خواستین که از بعضی کسا موقعیتتان را یا حالت آنلاینتان را مخفی بکنین، مای فرندز و اکسپ گزینه دونگی رو کلیک بکنین. بعد از او از کسی که خواستین که مخفی بسازین، آنها رو انتخاب بکنین، یک نفر است یا چند نفری که است. بعدا در قسمت پایین بالای دکمه سیف کلیک بکنین، ذخیره میشود.
و اگر خواستین که فقط حالت آنلاین تان را یا موقعیت تان را صرف با چند نفری که خودتان خوش دارین شیر بکنین، در قسمت پایین بالای گزینه Only These Friends کلیک بکنین. بعد از او همون چند دوستی را که دوستتان را که میخواین انتخاب بکنین و بعدا در قسمت پایین بالای دکمه سیف کلیک بکنین. موقعیت شما را و حالت آنلاین شما را صرف همون چند دوستتان میبینه و بس خلاص. در قسمت پایین یک گزینه داریم برای allow friends to request my location. اگر میخواین که دوستانتان تقاضای لوکیشن شما رو کرده بتوانن، یعنی از شما بخواهند که از شما موقعیتتون رو خواسته بتوانن، این گزینه رو به طرف بزنن فعال باشد. و اگر این گزینه خاموش باشه به طرف باشد، دوستانتان نمیتواند که از شما موقعیتتون رو بخواهند. بعد از او اگر خواستین که این گزینه حالت آنلاین تان یا موقعیت تان را به طور عموم بند بکنین یا خاموش بکنین، در اینجا یک گزینه به نام گوست مود است، این را به طرف بزنین برای 3 ساعت یا 4 ساعت یا 24 ساعت یا تا زمانی که خودتان میخواین میتونین این گزینه را غیر فعال بکنین. به طور مثال من برای تا زمانی که خودم میخواهم گزینه سئونگی را until turn it off کلیک میکنم. بعد از او تا زمانی که خودم دوباره این رول فعال میکنم، موقعیت ما غیر فعال می باشد و هیچ کس حالت آنلاین مرا یا موقعیت مرا پیدا کردن نمی تواند. هر زمانی که دوباره خواستین از اینجا دکمه را به او طرف بزن، پس موقعیتتان فعال می شود. این هم بود تنظیمات این قسمت دوستان. در اینجا بالای عکس بیت موجیمون اگه ما کلیک بکنیم، بعضی تنظیمات در اینجا داریم، بعضی گزینه ها. اگر خواستین که این عکس پروفایل تون را شما شیر بکنین، بالای شیر اسنپ کد کلیک بکنین. و اگر خواستین که این عکس ذخیره شود در حافظه اسنپ چت تون، بالای سیو تو کیمرا رول کلیک بکنین. و اگر خواستین که این لینک اسنپ چت تون رو با کسی، لینک پروفایل تون رو با کسی ارسال بکنین، بالای شیر مای پروفایل لینک کلیک بکنین. بعد از او از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونین این کار رو انجام بدهین. و اگر خواستین که یوزرنیم اسنپ چتتون رو به کسی بفرستین یا ارسال بکنین، بالای سند یوزرنیم تو کلیک بکنین، بعدن با کسی که خواسته باشین میتونین بفرستین. و اگر خواستین که عکس پروفایلتون رو تغییر بدهین، یعنی سلفی تون رو تغییر بدهین، بالای چنج سلفی کلیک بکنین، باز تغییرات میتونین در این عکس بیارین. حال میرویم با سر اصلی تنظیمات اسنپ چت دوستان. در قسمت بالا این آیکن کلیک میکنیم و بعدا تمام اینهایی که در اینجا میبینین مربوط به تنظیمات اسنپ چت میشود. تنظیماتی که مهم باشه و برایتون کاربر داشته باشد دوستان، تمام اونها رو برایتون میگویم. اولین گزینه که در اینجا داریم به نام نیم است. اگر خواسته باشین نامتون رو تغییر بدهن، از اینجا هم میتونین این کار رو انجام بدهن. بالای نامتون کلیک بکنین، بعد از او در اینجا کدام تغییراتی که میوارین بیاورین، بعدا بالای دکمه سیو در قسمت پایین کلیک بکنین، نامتون تغییر میکند. قسمت بعدی که داریم به نام یوزرنیم است. اگر خواسته باشین که یوزرنیمتون رو تغییر بدهن، از اینجا میتونین این کار رو انجام بدهن. بالای یوزرنیم کلیک میکنیم. دوستان فقط شما در یک سال میتونین که یوزرنیمتون رو تغییر بدهن. اگر شما در یک سال چندین با یک بار که تغییر دادین، تا یک سال باید شما منتظر بمانید. بعد از او که یک سال پر شد، شما میتونید که بار دوم یوزرنیمتون رو تغییر بدهن. دقیق یوزرنیم را انتخاب بکنید که زود پشیمون نشوین و اون را تغییر ندهن. در اینجا بالای گزینه چینج یوزرنیم، زمانی که ما کلیک بکنیم، بعد از او در اینجا بالای گزینه کانتینیو کلیک بکنیم، در قسمت شما یوزرنیمتون را، هر یوزرنیمی را که خوش دارین انتخاب بکنین، بعدم بالای دکمه نیکس کلیک بکنین و در اینجا پسورد اسنپ چتتون رو وارد بکنین و بعدن در قسمت بالای گزینه کانفرم کلیک بکنین، یوزرنیم شما تغییر میکنه یا تبدیل میشه. بعد از این گزینه بعدی که دادیم برده، اگر خواسته باشین که تاریخ تولدتون رو تغییر بدهن، از اینجا میتونین این کار رو انجام بدهن. بالای برده کلیک بکنین و بعدا در اینجا یک تب بزنین و در قسمت پایین در کدام ماهی که به دنیا اومدین از این قسمت انتخاب بکنین، در کدام روزی که به دنیا اومدین از این قسمت انتخاب بکنین و در کدام سالی که به دنیا اومدین از این قسمت انتخاب بکنین. بعدا در قسمت پایین بالای دکمه کانتینیو کلیک بکنین و در اینجا بالای دکمه اوکی کلیک بکنین، تاریخ تولدتون ذخیره میشه، تبدیل میشه.
و اگر خواسته باشین که شماره موبایلیتون را در اسنپ‌چت تغییر بدهین یا وارد بکنین، در اینجا بالای گزینه موبایل نمبر کلیک بکنین، بعدا در اینجا شماره موبایلتان هر چی که از آن را وارد بکنین یا اش کدام شماره که از میخواین آن را تغییر بدهین آن را پاک بکنین، شماره جدیدتون را نوشته بکنین، بعدا در قسمت پایین بالای گزینه وریفای کلیک بکنین، یک کد به شما میایه، زمانی که آن کد را وارد بکنین بعدا شماره شما در اسنپ‌چت تغییر میکنه یا وریفای می شود. و اگر خواسته باشین که ایمیل آدرس تان را در اسنپ‌چت وارد بکنین یا تغییر بدهین، از قسمت ایمیل شما می توانین این کار را انجام بدهین. بالای ایمیل کلیک میکنیم. اگر خواستین که این ایمیل را پاک بکنین، این را پاک بکنین، و یا اگر میخواین که کدام ایمیل جدیدی را وارد بکنین، آن را در قسمت شما می توانین وارد بکنین. زمانی که وارد کردین، بعدن در اینجا بالای دکمه سیو کلیک بکنین و با ایمیل آدرس شما یک لینک میآید. زمانی که شما بالای آن لینک کلیک بکنین، ایمیل آدرس شما تایید میشه یا وریفای میشود. بعد از ایمیل داریم پسورد. دوستان اگر خواسته باشین که پسورد یا رمز این اسنپ‌چتتون رو شما تغییر بدهین، از قسمت پسورد میتونین این کار رو انجام بدهین. در اینجا بالای گزینه پسورد کلیک بکنین، در قسمت پسوردی فعلی، در قسمت پسورد فعلی اسنپ‌چت خود رو وارد بکنین، هر چی که هست آن را وارد بکنین، بعدن بالای دکمه کانتینیو کلیک بکنین. بالای دکمه کانتینیو که کلیک کردین، در قسمت شما میتوانین که پسورد جدید بدهین. در قسمت اول پسورد یک پسورد جدید بدهین و در قسمت اول یک پسورد جدید بدهین و در قسمت دوم همان پسورد جدید خود را وارد بکنین، بعدن بالای دکمه سیو کلیک بکنین، ذخیره میشه یا تبدیل میشود. بله دوستان، بعد از این گزینه بعدی داریم تو فاکتور اتنتیکیشن. دوستان من یک ویدیو خاص برای این جور کردم، لینک اون رو در قسمت دیسکریپشن ویدیو میگذارم، بالای اون کلیک بکنین و ببینین که این گزینه رو ما چگونه فعال میسازیم. برای امنیت اسنپ چتتون شما همیشه این گزینه رو فعال بکنین. بعد از اون یک گزینه دیگه داریم پارتنر کانکشن، یه چیزی مهم نیست در اینجا دوستان، یه چیز نداره. و بعد از اون گزینه بعدی که داریم نوتیفیکیشنز است. بالای گزینه نوتیفیکیشنز یا پیام ها کلیک میکنیم، از اینجا شما میتوانیم که کنترل بکنیم که چگونه پیام ها از کجا شما دریافت بکنین. اگر از بیتموجی نوتیفیکیشن، اگر از بیتموجی میخواین دریافت بکنین گزینه را تک بکنین. اگر خواستین که دوستانتان در استوریشان چیزی گذار، شما یک نوتیفیکیشن یا پیام دریافت کنین، این گزینه رو تک بکنین. و اگر به همین ترتیب شما از اینجا شما میتوانین که این کارها رو انجام بدهین. به طور مثال که بعضی کسی پیشنهاد دوستی برای شما کرد، خواستین که نوتیفیکیشن دریافت کنین، این گزینه را تیک بکنین. اگر نخواستین از تیک بیرون بکنین. اگر کسی شما را منشن کرد در کجای، اگر خواستین که یک نوتیفیکیشن یا پیام دریافت کنین، این گزینه را تیک بکنین. اگر نخواستین تیک نکنین. به همین ترتیب دوستان، در برده تاریخ تولد دوستانتان که رسید، اگر خواستین که شما یک نوتیفیکیشن دریافت کنین، این گزینه را تیک بکنین. اگر نخواستین نکنین. به همین ترتیب شما میتوانین این کارها را انجام بدهین دوستان. در قسمت پایین زنگ است. اگر بالا این گزینه کلیک میکنین، اگر خواستین که کسی برای شما زنگ بزنه در اسنپ‌چت، یک صدا داشته باشه، این گزینه رو شما تیک بکنین. اگر نخواستین تیک نکنین. با همین ترتیب شما اینها رو بخونین و ببینین که کدام چه قسم که خواسته باشین میتوانین اینها رو منظم یا تنظیم بکنین. اگر خواسته باشین که هیچ نوتیفیکیشن دریافت نکنین، آف باشه، در قسمت بالا این گزینه کلیک بکنین و بعد از اون شما هیچ نوتیفیکیشن یا پیامی دریافت نمیکنین. و اگر خواستین آن بکنین، بالای آن کلیک بکنین، بالای گزینه اولیه. بعد از اون گزینه بعدی که داریم بیتموجی است. بالای گزینه بیتموجی کلیک میکنیم، در اینجا شما میتوانین که بیتموجی تون را که در اسنپ‌چت گذاشتین اون را تغییر بدهین. اگر در اینجا بالای گزینه چینج آوتفیت کلیک بکنیم، شما میتوانین که تغییرات در بیتموجی تون بیارین، به هر قسمی که خواسته باشین اون را تغییر بدهین. به طور مثال بالای این گزینه کلیک بکنیم، بعدا در اینجا
بالای این جمپر اگر ما کلیک بکنم رنگ آن تغییر میکنه. بعدا در قسمت بالا بالای دکمه سیف که کلیک بکنید جمپر ما تغییر کرد یا رنگ آن تغییر کرد. بالای گزینه بیت موجی دوباره کلیک میکنیم. در اینجا بالای گزینه دوم که داریم ادین ما بیت موجی است. بالای گزینه این گزینه اگر کلیک بکنیم بیت موجی که در عکس در پروفایل ما هست ما میتونیم اون را ادیت بکنیم. در قسمت با هر فیسی را که ما انتخاب بکنیم هر کدومی از اینها را که انتخاب بکنیم در اینجا انتخاب میشود. بعدا در قسمت بالا که بالای دکمه سیف کلیک بکنیم باز ذخیره میشود. بالای بیت موجی کلیک میکنیم و اگر خواستین که یک سلفی انتخاب بکنین با لایت چوز از سلفی کلیک بکنین بعدا شما میتونین یک سلفی انتخاب بکنین و اگر خواستین که این عکس بیت موجیتون را شما حذف بکنین یا پاک بکنین بالای ان لینک مای بیت موجی در قسمت پایین کلیک بکنین یا از پروفایلتون حذف میشه یا پاک میشود. بعد از اون گزینه بعدی هم که داریم شازام است. شازام دوستان یک اپلیکیشن خاص ضرورت داره که تو این رو ما کنک بکنیم و اون اپلیکیشن در پلی استوری گوشی موجود است. اونقدر با ما و شما کاربرد نداره دوستان. بعد از اون گزینه اپ فرام اسنپ هم است. بالا این گزینه اگر ما کلیک بکنیم بعضی اپ هایی که مربوط به اسنپ چت میشود در قسمت برای ما نشان داده میشود. بعد از اون گزینه بعدی که داریم به نام لنگویج است. بالای گزینه لنگویج اگر ما کلیک بکنیم میتوانیم که هر زبانی را که خواسته باشیم در اسنپ چت انتخاب بکنیم. در اسنپ چت ما زبان فارسی متاسفانه نیست. اگر در اسنپ چت شما هست میتوانید انتخاب بکنیم. بعد از اون دوستان گزینه بعدی را هم که داریم وایس اسکن قدر دگمه را بای طرف بزنیم فعال بکنین و بعد از اون گزینه بعدی داریم در اینجا منیج. منیج هم چیزی نداره دوستان در قسمت. بعد از اون گزینه دیگه که داریم پرایویسی کنترل است. در قسمت ما میتوانیم بعضی کارها رو انجام بدهیم. به طور مثال اولین گزینه که در قسمت داریم کانتکت نی. بالای گزینه کانتکت می کلیک میکنیم. دوستان اگر میخواین که شما در اسنپ‌چت همه کس برای شما زنگ زده بتواند در اینجا گزینه everyone رو انتخاب بکنین. اگر خواستین که صرف دوستانتان با شما ارتباط داشته باشه و زنگ زده بتوانن گزینه my friends رو انتخاب بکنین. با همین ترتیب بالای گزینه view my story کلیک میکنیم. اگر خواستین که همه کس استوری شما رو در اسنپ‌چت ببینن گزینه اولگی رو انتخاب بکنین. اگر خواستین تنها دوستانتان ببینن گزینه دومگی رو friends only رو انتخاب بکنین. اگر خواستین استوریتون رو از بعضی کسا مخفی بسازین بالای custom کلیک بکنین و بعد از او از هر کی که خواسته باشین آنها رو انتخاب بکنین. بعد در قسمت پایین بالای گزینه بلاک کلیک بکنین آنها استوری شما رو دیدن نمیتونن. بعد از اون گزینه بعدی که داریم با سیمی این کویک اد بالا این گزینه کلیک میکنیم. دوستان این گزینه را شما اگر میخواین که دوستانتان با آسانی در اسنپ‌چت شما را پیدا بکنن و همچنان اسنپ‌چت شما را با دیگه دوستانتان پیشنهاد بکنن که دوستانتان با آسانی شما را پیدا بکنن این گزینه را تیک بکنین و بعد از اگر این گزینه را تیک نکنین دیگه دوستانتان در اسنپ‌چت شما را با آسانی پیدا کردن نمیتوانن. اگر نخواستین که تیک نکنین. اگر خواستین که با آسانی دوستانتان شما را پیدا کرده بتوانن این را تیک بکنین. بعد از اون گزینه بعدی که داریم سی مای لوکیشن. مای لوکیشن را در شروع ویدیو برایتان قسمت را تشریح کردم دوستان ضرور نیست دوباره برایتان بگویم. بعد از اون گزینه بعدی که داریم میموریز. بالای میموری کلیک میکنیم و در اینجا یک گزینه داریم به نام سمارت بکاپ. دوستان این گزینه را شما تیک بکنین. بعضی وقت اگر خواستین که کدام چیزی را بکاپ بگیرین در اسنپ چت وای فای شما باشه یا از طریق وای فای باشه وای فای که تمام شد یا دور شدین از دیتای موبایلتون استفاده میکنه و موادای ضروری شما رو بکاپ میگیره. و بعد از اون یک گزینه داریم به نام سیو بتن در قسمت پایین است. برای این گزینه کلیک میکنیم. در اینجا دوستان اگر خواستین که چیزی رو که در اسنپ چت میگذارین هم در استوری اسنپ چتتون ذخیره شوه و هم در گالری گوشیتون ذخیره شوه گزینه دونگی رو انتخاب بکنین. بعد از اون هر چیزی رو هر اسنپی رو که گرفتین هم در میموری در استوری در حافظه اسنپ چتتون ذخیره میشوه و هم در حافظه یا گالری گوشیتون. اگر کامرا رول آن را گرفتین در گالری گوشیتون ذخیره میشوه. در این قسمت گزینه دومگی را انتخاب بکنین.
بعد از او گزینه بعدی که داریم آتو سیو مای استوری اسنپ، بالا این گزینه کلیک میکنیم. اگر میخواییم که استوری تان به شکل خودکار ذخیره شوه، بالا گزینه آتو سیو تو میموری گزینه دونگی رو انتخاب بکنین. اگر نمیخواییم که استوری تان در اسنپ‌چت به شکل خودکار ذخیره شوه، بالا گزینه دونت آتو سیو کلیک بکنین، بعد از او انتخاب میشه. گزینه بعدی که بعد از این داریم لینز هم هست. لینز مهم نیست، گزینه بعدی این گزینه های بعدی اونقدر مهم نیست. بعد از او یک گزینه دیگه داریم به نام کاستومایز ایموجی، بالا این گزینه کلیک میکنیم. دوستان در قسمت این قسم ایموجی ها برای دوستانتان در نظر گرفته شده. برای کسی که زیاد دوست شما باشه و برای دو ماه پیوسته و امروی شما مسیج بکند، در مقابل چتیان قسم دو قلب نشان داده می شود. برای دوست شما که یک ماه با شما مسیج بکنه و یک ماه به شکل ریگولر امروی شما مسیج داده باشه، یا بیست فرند فور ایور باشه، این یک قلب نشان داده می شود. به همین ترتیب دوستان شما که نظر به چتی که میکنن، نظر به این که به شما ارتباط دارن، به شما یک قسم یک ایموجی یا نشان دادن میشود. نظر به رابطه آنها یا مسیجی که بر شما میکنه بیستیس هست و بعد از او میچوال بیستیس هست و بعد از او میچوال بیست فریند هست و سوپر استریک هست و بعد از به همین ترتیب هست. دوستان نظر به چتی آنها یک قسم یک ایموجی برای شما نشان داده می شود. و اگر خواسته باشین شما میتونین اینها رو تغییر بدهین، بالای آن که کلیک بکنین، بعدا بجای این دو قلب شما میتونین این ایموجی را انتخاب بکنین و در قسمت بالا بالای این دگمه کلیک بکنین، بجای دو قلب آن ایموجی آمد. یا بجای این قلب شما میتونین خودتان هر ایموجی را که خواسته باشین انتخاب بکنین. و اگر خواستین تنظیمات به حالت پیش فرض خود بیاید، در قسمت پایین بالای گزینه ریسیت تو دیفالت کلیک بکنین، بعدا در اینجا بالای گزینه یس کلیک بکنین، پس همون تنظیمات اولیه فعال می شود. بعد از یک گزینه دیگه داریم ادس هست، ادس هم اونقدر مهم نیست دوستان. بعد از یک گزینه دیگه داریم به نام دیتا سیور، بالا این گزینه کلیک میکنیم. اگر میخواین که زمانی که اسنپ‌چت رو استفاده میکنین، اسنپ‌چت اینترنت شما یا دیتای گوشی شما رو کم مصرف بکنن، این گزینه رو باید طرف بزنین فعال شوه. اگر برای دو روز، سه روز میخواین یا یک هفته میخواین این گزینه فعال باشه، از اینجا میتوانین انتخاب بکنین یا تا زمانی که خودتان دوباره اون رو غیر فعال میکنین. به طور مثال من در اینجا گزینه سومگی رو انتخاب میکنم، بعدا تا زمانی که خودم این رو دوباره فعال میکنم، غیر فعال میکنم، اینترنت در اسنپ‌چت اینترنت مرا کم مصرف میکنه. و هر زمان که خواستیم میره غیر فعال بکنیم، بالای اون کلیک میکنیم، غیر فعال میشود. بعد از او گزینه بعدی که داریم به نام اسکن، اسکن هم دوستان اونقدر مهم نیست. در قسمت پایین در سیکشن سپورت آمده و نید هیلپ، اگه کدام شما کمک شما ضرورت داشته باشین، میتوانین با تیم اسنپ‌چت از اینجا شریک بسازین. بالای این گزینه زمانی که کلیک بکنین، بعد از او شما میتوانین که ما در قسمت موضوعتان را یا مشکلاتتان را به تیم اسنپ‌چت شریک بسازین. اگر کدام نگرانی امنیتی دارین، بالا این گزینه Have a safety concern، بالا این گزینه کلیک بکنین و بعد از او میتوانین به قوانین و پالیسی که در اینجا اسنپ‌چت در نظر گرفته بخونین و به مشکلاتتان رسیدگی میکنن. کدام سوالی داشته باشین، I have a privacy question، از این طریق میتوانین با تیم اسنپ‌چت شریک بسازین. یا کدام با کدام مشکلی پیش شده باشین، در قسمت بعدی قسمت فیدبک، یا کدام پیشنیادی داشته باشین، یا هر چی که داشته باشین از قسمت ها میتوانین با تیم اسنپ‌چت شریک بسازین دوستان. بعد از اون گزینه بعدی که داریم به نام مور انفورمیشن است. در اینجا بالای گزینه پرایویسی و پالیسی کلیک بکنیم. شما پرایویسی و پالیسی یا سیاست اسنپ‌چت رو در اینجا اگر خواسته باشین میتوانین ببینین و بخونین، یاد بگیرین یا معلوماتتون رو بیشتر شود. در این قسمت سیفتی کنسرن است و بعضی ترم پالیسی است و قوانین پالیسی اسنپ‌چت است و قدر مهم نیست. اگر خواسته باشین میتوانین بخونین. در اینجا بالای بعد از اون گزینه بعدی که داریم اکاونت اکشن است. اگر خواسته باشین که تمام کلیر کش بکنین که
تمام چیزهایی را که در حافظه سنپچتتان به چیزهای اضافی ذخیره است آنها را حذف بکنین، بالای کلیر کش کلیک بکنین، بعد از او بالای دکمه کانتینیو کلیک بکنین، حذف می شود. و اگر خواسته باشین که کدام چتتون رو با کدام دوستتون حذف بکنین، بالای کلیر کانورسیشن کلیک بکنین، بعد از او در قسمت شما میتونین که اون رو حذف بکنین، بالای علامه ضرب که کلیک بکنین، در مقابل نام هر کدام اونها است پاک می شود. و اگر خواسته باشین که سرچ هیستوریتون رو در اسنپ چت پاک بسازین، بالای کلیر سرچ هیستوری کلیک بکنین، بعدن بالای دکمه اوکی کلیک بکنین، پاک می شود. و اگر خواسته باشین که دیگه کارها را بکنین، به همین ترتیب بالای آنها کلیک بکنین، پاک می شود. در قسمت بعدی در اینجا یک گزینه داریم، پلیسیس است. اگر بالای گزینه پلیسیس کلیک بکنیم، اگر خواسته باشین که شما هر موقعیتی که رفته باشین یا هر کسی را در هر موقعیتی که تگ کرده باشین آنها را پاک بسازین، از اینجا می توانین این کار را انجام بدهین. در اینجا گزینه بعدی که داریم پرمیشن است. بالای این گزینه اگر ما کلیک بکنیم، زمانی که اسنپ چت را شما اینستال کرده بودین، اسنپ چت این اجازه را از شما گرفته بود که از مایک تون استفاده میکنه، کانتکت نمبرتون، لوکیشنتون، مایکروفونتون، فونتون، استوریج گوشیتون، از چیزها استفاده میکنه. به همین ترتیب در قسمت بعدی گزینه بعدی که داریم کانتکت سینکینگ است. این گزینه را شما دوستان روشن بمانین، این گزینه برایتون مهم است. اگر این گزینه فعال باشد، دوستانتان از طریق شماره موبایلتان شما را با آسانی پیدا کرده می تواند و شما دوستانتان را از طریق شماره های موبایلی آنها با آسانی پیدا کرده می توانین. و اگر این گزینه غیر فعال باشد باز نمی توانین. بعد از او گزینه بعدی که داریم بلاک است. اگر کسی را در اسنپ چت بلاک کرده باشین، از اینجا بالای گزینه بلاک کلیک بکنین، بعدن لیست آنها را در اینجا شما می توانین پیدا بکنین. گزینه بعدی را داریم سیو لاگین اینفو. اگر بالای این گزینه کلیک بکنیم، اگر خواستین که بار دوم که شما اسنپ چت را باز کردین بدون اینکه پسورد رمز یا پسورد اون را وارد بکنین داخل اسنپ چت شوین، بالای گزینه سیو اینفو کلیک بکنین. بعد از او که شما هرچی که وارد اسنپ چت شوین، از شما رمز یا پسورد نمیخواد. بعد از اون گزینه بعدی که داریم مای دیتا است. هر معلوماتی که شما در اسنپ چت داشته باشین در قسمت شما میتوانین آن را ببینین و اگر خواسته باشین میتوانین تقاضا بکنین ایمیل آدرس و پسوردتون را در اینجا وارد بکنین. بعد از اون بالای دکمه سابمیت ریکوست کلیک بکنین و ایمیل آدرس شما معلوماتتون را تیم اسنپ چت ارسال میکنن. و اگر خواسته باشین که اسنپ چت اون رو لاگ اوت بکنین، بالای گزینه لاگ اوت کلیک بکنین، بعد از اون بالای گزینه یس کلیک بکنین، اسنپ چتتون لاگ اوت می شود. دوستان این بود تمام تنظیمات اسنپ چت از الف تا یا. اگر این ویدیو خوشتون اومده باشد کانال ما را سابسکرایب نمایین. تا ویدیوهای بعدی الله حافظتون.